سلام و سلام و سلام، اومدیم با یه ویدیوی دیگه برای ساز جذاب سازدنی همون هارمونیکا. امروز میخوایم در مورد سینگل نوت صحبت کنیم. سینگل نوت چی؟ از زمانی که شما یک سوراخ رو توی هارمونیکا به صورت تک نوت میزنیم ما بهش میگیم سینگل نوت. حالا این به چه صورت اتفاق میفته؟ شما که شروع میکنین تازه به زدن سازدنی، حتما یه اتفاق براتون میفته که چند تا نوت رو میتونید، یعنی حالا در ابتدا با هم دیگه بزنید و این دغدغتون رو زیاد میکنه برای اینکه بخواین اگه ما چطور میتونیم یه دونه نوت رو بزنیم. هی لبتون رو تنگ میکنید، به شکلهای مختلفی در میارید. اینها همش اگر که به شکلهای درستش انجام نشه بیشتر داستان رو براتون سخت میکنه تا اینکه بخواد راحت بکنه. به چه صورت؟ ببینید، شما اگر هارمونیکا رو پشت لبتون بذارید و به وسیله عضلات گونه و صورتتون این گوشه لبتون رو ببندین، اول اینکه خب این رطوبت رو که ما بارها در مورد صحبت کردیم، این رطوبت ایجاد میشه روی قسمت موز پیس سازدنی و شما میتونید به راحتی با دستت هارمونیکا تو تکون بدی. این از این. بعد اونجا شما میگی خب ما اگر روی لبمون بذاریم، چون سطح روی لبمون کوچیکتره، راحت تر میتونیم تک نوت یا همون سینگل نوت رو بزنیم. درسته، ولی حجم صدایی که شما دارید شاید حداقل یک برابر کمتره از اون حالتی که شما هارمونیکاتون رو پشت دهانتون بذارید، ولو دو برابر حتی خیلی بیشتر از اینا صدا رو بازتر میکنه. این از این داستان. و اینکه شما وقتی که هارمونیکا رو پشت لبتون میذارید و از گوشه لبتون رو میبندید، بعد از یه مدت خیلی کوتاه و با اون شیوهی که دفعه پیش توضیح دادم، یعنی توی ویدیو قبل توضیح دادم که هارمونیکا رو روی لبتون بذارید و بدون اینکه صدا رو قطع بکنید کمی این بر اون برش کنید، به راحتی میتونید تک نوت رو پیدا بکنید. این تک نوت رو به جای اینکه روی لبتون به این حالت بسته و هارمونیکا رو بذارید اینجا و پیدا بکنید، لبتون رو باز کنید، هارمونیکا رو بذارید پشت لبتون، به جای اینکه روی اون شیوه که لبتون بسته تره تمرین بکنید، روی این تمرین بکنید. همونطور که اون بعد از دو هفته به یه جای حالا تقریبا مطلوبی که اون قدم صداش خوب نیست میرسه، این شیوه حداقل بعد از دو سه هفته که شما روش تمرین میکنید و میزنید و عادت میکنید که هارمونیکا پشت لبتون بره، حداقلش اینه که این شیوه صدای بازتری بهتون میده. شما الان خیلی نوازنده های خوبی رو میبینید، صداشون میشنوید خوبه، ولی همیشه درگیری، میگه یه چیزیش خوب نیست. خب اون دقیقه همینه که اون این پشت لب گذاشتن هارمونیکا یا دهنش باز باشه، فکا از هم فاصله داشته باشه رو رعایت نمیکنه. پس هارمونیکا رو بذارید پشتتون، برای سینگل نوت از عضلات گوشه لبتون استفاده کنید، یعنی صورت و گونه، و هارمونیکا رو بذارید پشت لبتون، گونه‌تون از بغل لبتون رو به این شکل ببندید. این شیوه میشه شیوه پاکر. وقتی این کار رو انجام دادین، هارمونیکا خودش به راحتی صداش در میاد. حالا که صداش در میاد، البته خب طبیعتا یکی دو هفته تمرین هم میخواد، وقتی صداش در میاد میبینید صداش چقدر بازتر از اون حالتیه که مثلا هارمونیکا رو لبتون رو به این شکل قرار میدادیم و هارمونیکا رو میذاشیم رو لب، باید اینجوری باشه و هارمونیکا بره پشت لب، یعنی این قسمت موسپس یا محبته دهانی هارمونیکا دقیقا بره پشت لبتون قرار بگیره. اینجوری شما میتونید سینگل نوت رو بزنید، صدای خوبی هم میتونید داشته باشید، صداتون هم گرفته و بسته نیست دیگه به این شکل، صداتون خیلی بازه و به راحتی میتونید هارمونیکاتون صداش ایجاد کنید. ببینید تفاوت اینه، مثلا با تنها اتفاقی که افتاد، من فقط پوزیسیون و فرم لبم رو تغییر دادم که تونستم این دوتا صدا رو با هم ایجاد بکنیم. پس به فرم لبتون برای سینگل نوت حواستون باشه.